دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید. اینجا جلسه میخوایم با هم دیگه یه مثال دیگه از تساوی حسابی حل بکنیم. بچا اعداد 2x به اضافه عبارات 2x به اضافه 1 2x منهای 3 و 3x به اضافه 3 رو بهمون به دادن. و از همون پرستان x باید چه مقداری باشه تا این سه جمله تشکیل تساوی حسابی بده. یادتونه برای اینکه توی جلسه قبل حساب کردیم که اگر قرار باشه آ و ب و س جملات متوالی یک تصاعد حسابی باشن اون موقع ب برابر باید باشه با آ به اضافه سی تقسیم بر دو و گفتیم که ب در واقع واسطه حسابی آ و سیه. دقیقا اینجا هم همینطور اگر قرار باشه عبارت 2x به اضافه 1 و 2x منهای 3 و به اضافه 3 جملات متوالی یک تصاعد حسابی باشن دو ایکس منهای 3 باید واسطه حسابی دو ایکس به اضافه 1 و 3 ایکس به اضافه 3 باشه در واقع دو ایکس منهای 3 باید برابر باشه با مجموع دو ایکس به اضافه یک به اضافه 3 ایکس به اضافه 3 تقسیم بر دو. در این حالت اون موقع این سه تا جمله تصاعد حسابی هستند پس ما میتونیم این روی ساده کردن این عبارت کار بکنیم تا ایکس رو به دست بیاریم من این دو رو ضبط در سمت چپ می کنم در چه 4 ایکس منهای 6 برابر میشه با 5 x به اضافه 4 همین ایکس ها رو میبرم یک طرف و ما بقیه رو میبرم طرف دیگه در نتیجه منفی 6 منهای 4 برابر میشه با 5x منهای 4x در نتیجه x برابر میشه با منفی 10 پس اگر x برابر باشه با منفی 10 این سه تا جمله با همدیگه تشکیل یه تساعد حسابی رو میدن خب بذارید حساب بکنیم جملات چی میشه در جمله اول این تساعد حسابی اون میشه 2 ضرب در منفی 10 به اضافه یک جمله دوم میشه دو ضرب در منفی ده منهای سه و جمله سوم میشه سه ضرب در منفی ده به اضافه سه خب این جمله اولمون میشه منفی نوزده جمله دوم میشه بچه منفی بیست و سه فکر کنم درسته؟ درسته و جمله سوممون میشه منفی 3 به اضافه 3 که میشه منفی 27 خب تصاعد حسابی موند در نتیجه جمله اولش شد منفی 19 قدر نسبتش چیه بچه‌ها برای محاسبه کردن قدر نسبت باید به با اختلاف دو تا جمله متوالی نگاه بکنیم اختلاف منفی 23 و منفی 19 و منفی 4 پس اندازه قدر نسبت این تساوی حسابیم شد منفی 4 پس اگر x برابر ما منفی ده باشه اون موقع ما از این سه تا عبارت تساوت حسابی داریم که جملاتش منفی 19 منفی 23 و منفی 27 ده. در واقع تساوت حسابی که جمله اول منفی 19 و قدر نسبت هم منفی 4 مرسی که بچه‌ها تو این جلسه با من بودید فعلا خدافظ